ولی من باز هم امیدوار بودم که خودم آزاد حس کنم، ولی هنوزم بازم افتادم در بند مهاجرت. در بند مهاجرت افتادم. سلام بینندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که بار دیگه با برنامه شفای شکست دلان در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز شاهد زندگی عزیزی خواهیم بود که ایشون در زندگیش رنج‌های بسیاری برد و یکی از بزرگترین رنج‌ها این بود که او شاهد شکنجه و بریده شدن سر خیلی از اقوام خودش بود. و همچنین مصاحبه با بعضی از افراد در همین راستا داریم و شما رو تشویق می‌کنیم که در این برنامه با ما همراه باشید. تولدم در افغانستان بوده و به من گفتن که در کدوم منطقه افغانستان به دنیا آمدم. و از آنجا وقتی که روسا به افغانستان حمله میکنن، پدر من هم سرباز فراری بودش که مجبور بود بره خدمت برای افغانستان، برای کشور خودش. و با و ای که وظیفه خانواده به گردنش بود و تک فرزند خانواده بود و چاره ای جز این نداشت که مسئولیت ما رو به گردن بگیره، مجبور شدم خاک افغانستان رو ترک کنم. مواجه شدم به سمت ایران، در صورتی که من سن و سالم هم خیلی کم بود، بود 4-5 ساله همین حدودا فکر میکنم باشن، همین حدودای 4-5 ساله بودم که ما مهاجرت کردم به کشور ایران. ولی باز هم با همه این مشکلات دیدم کشور ایران هم جنگ است، جنگی که از سمت عراق مورد حمله قرار گرفته بود و یکی که در اونجا مشکلات خیلی زیادی داشتم که شب ما نمیتونستم چراغ خانه ما رو روشن کنم و با یک نور شمع باید در خانه شام میخوردم، یا یکی ما مدرسه وقتی که میرفتم آجیل خطری رو که میکشیدن با ترس و هیجان بعد ما رو داخل زیرزمینی ها میبردن و داخل زیرزمینی میبودم تا اینکه خطر برطرف بشه و بعدش بیایم بیرون رو شروع کنیم پس تحصیل. تا اینکه رسیدم به یک سری دورانای جوانی و تحصیلات ما رفت سمت بالاتر، همینجوری که تحصیلات ما سمت بالاتر میرفت فکرات قطعا بازتر شده میرن. من با یکی فکرم بازتر شده میره دنبال یک چیز نو بودم، چون کسی که درس میخونه و دنبال علم هسته همیشه دنبال یک چیز نو هسته، دنبال یک حرف تازه است، دنبال یک کلمه تازه است. و من هرچی که میشنیدم متاسفانه همه تکراری بود، وعده هایی بودش که من شخصی حرفی رو میشنیدم که اصلا حرکاتش عملش با او حرف اصلا مقایسه نمیشد. پس بنابراین من چه نوع اعتمادی میتونستم کنم روی او حرفش، با او حرکت و عملش؟ هیچ اعتمادی نمیتونستم کنم. از همینجا من دنبال این بودم خدایا چرا این همه دارن صحبت میکنن ولی هیچ عملی برای خودشون ندارن. و یکی روز به روز میگذاشت همینجوری و تحصیلات من رو به بالا میرفت. و به خاطر همین مفکوره ذهنی خودم، من شوق علاقم خیلی جذب شد طرف کتابای تاریخی، کتابای تاریخی که بخونم تاریخ چی بودن. وای تاریخ هم همین چیزایی بوده که بر ما گفته شدن و بر ما میگن، نه تاریخ کاملا برعکس بود گفته میشن. تاریخ همینجوری پیش میرفتم با یکی رشته درسی، رسیدم به دوران دانشگاه و دانشکده و این تو چیزا، رشته درسی من کاملا با اون چیزی که من موافق بودم فرق میکرد، چون طبق نمرات و طبق خواستای خانواده و طبق یک شوق علاقه کودکی خودم دوست داشتم که مثلا رشته سینما رو پیش ببرم. ما هم در رشته سینما، رشته بازیگری و برنامه سازی تلویزیونی، رادیو تلویزیونی شروع کردم به درس خواندن. با یکی ما سفر جدید ما را آغاز کرده بودم و میخواستم از مهاجرت و بند زندانی خودم آزاد بشم، پس به کشور خودم آمدم. به کشور خودم که آمدم اونجا دیدم مشکلات هنوز زیادتر شده میره و مشکلاتی که ما داشتیم با مدرکایی رو که گرفته بودم بالاخره با یک طبق شرایطی ما درستش کردم و یکی پس من سر کار شدم. سر کار که شون کار ما طوری بود که خوشبختانه بعد میرفتم ولایت های افغانستان، برام خیلی آشنا بود، یک چیز تازه ای بودش. در ولایت های افغانستان شهرستانایی که ما رو میفرستادن میرفتم برای کار، که از جمله یکی از شهرستانایی که ما رو فرستادن خاطره خیلی بدی هم که دارم، 8 ماه در شهرستان بودم که بغیر از یک چوپان و 30-40 تا گوسفندش هیچی من نمی دیدم. صبح چوپانم می آمد، غروبم پس برمی گشت.
با همین شرایط مجبور بودم، ولی دوست داشتم این کاره چون واقعا درسش خوانده بودم. خودم با اون محیط با اون شرایط طبقات میدادم که بتونم با این شرایط بسازم و تا ای که بتونم زندگی کنم. طبق شرایطی را که من در اون ولایتی را که کار میکردم مجبور بودم که پس وقتی که تایم کاریم پر شده بود بعد پس برگردم سمت پایتخت. وقتی که برمیگشتم در مسیر رایم با یک عده از گروه سیاسی که با کار ما مخالف بودن برخورد کردم. زمانی که گروه سیاسی ما را گرفتن و بردن زندانی کردن با خیلی شکنجه‌های فجیع ما را شکنجه میدادن، در صورتی که هر روز دستپای ما را میشکستندن و هر روز آدمای مختلفی را میدیدیم که جلوی ما سر میبریدن و یکی به نحو خیلی شدیدی اونا را شکنجه میدادن، به حالت سر و ته از درخت اوزانشان میکردن و یکی با چاقو دستایشان را میبریدن، گوشایشان را میبریدن و یکی آدم های مختلفی رو میدیدیم که سرایشان داخل گونی بود ولی سرشان از بدنشان جدا میکردن. این چیزا رو با چشمای خودم رو میدیدیم. یعنی آزادی، یعنی من فکر نمیکردم که من با او آزادی رسیده باشم. و یکی داخل زندان با او همه فشاری که ما داشتیم نمیتونستم تکان بخورم، ولی مجبور بودم خودم رو از زندان رها کنیم. و با دست و پای شکسته با حالتی که ما رو شکنجه میدادن هر روز میامدن با تفنگ و با چوب ها و با چیزای اسلحه‌ای که برای خودشان درست کرده بودن ما رو با خیلی شدید شکنجه میدادن و میزدن. با همه برخوردهایشان بالاخره ما با دست و پای شکسته یک موقعیت را مناسب دیدم که با یکی از دوستایم فرار کنیم از زندان به سمت پایتخت. فرار کردم، ولی پایتخت چون خیلی مسیر دوری بود با تانستم یک اراده وسیله ای که از اونجا تانستم با خودم بردارم با دست پای شکسته که اصلا حرکتی هم نداشت، اصلا خون داخل پایم در جریان نبود، خودم رو رساندم به پایتخت و از اونجا هم از پایتخت هم فوری ما رو انتقال دادن به کشورهای خارج از افغانستان که بذار تا اینجایی که خودشان رساندن از به بعد ما بتونیم بهشان کمک کنیم. ولی من باز هم امیدوار بودم که خودم آزاد حس کنم، ولی هنوزم بازم افتادم در بند مهاجرت. در بند مهاجرت افتادم و طبق شرایطی خاصی که من از کشورهای مختلف به ایران پس برگشتم با دختری که در زمان دانشگاه باهاش آشنا بودم بالاخره با یک طبق شرایط خاصی با هم نامزد شدم و با همه ای وجود خانواده‌های ما با ما خیلی مخالفت بودن، ما را از هم جدا کردن و اینکه فکر مرا به هزار راه میبرد که چیکار کنم چیکار نکنم. با همه این فشارهای درونی که داشتم، فشارهای روحی که داشتم، بالاخره یک موقع دیدم سر از اروپا در آوردم، سر از جایی که پاهایم مرا به او سمت کشانده بود. و در اروپا به کشوری که آمده بودم اولین باری بود که پایم برای کلیسا میذارم. بعد از اینکه با او دوستم به وارد کلیسا شدم، موعظه‌ای که کشیش همو کلیسا میکرد خیلی جالب بود و تنها سخنی را که واقعا در قلب ما نشست و قلب ما روزباز شد برای عیسی مسیح این بودش که ما با خدا هیچ گونه معامله ای نداریم و ای که خدا از کسایی که خانم هایشان طلاق میدن و مرد هایی که دست به طلاق میزنن خداوند خیلی بدشان میاد از این حرکت. و واقعا به این موضوع من پی بردم که ما چگونه با خدا داریم معامله میکنیم. همه زندگی ما معامله با خدا بود. خداوند تو اگه این کار بر میکنی من همچین نظری برات میگم، خدا اگه این کار بر ما بکنی من همچین کاری رو برات میکنم. دقیقا معامله بود ما در زندگیم با خدا میکردم، ولی از به بعد من میخواستم دیگه معامله با خدا نکنم، میخواستم با خدا رو راست باشم، میخواستم زندگیم با خدا بسازم، نه که زندگیم با خودم بسازم. با اینکه با اون موضوعی او برادر کشیش ما در دل من خیلی نشست، من همون شب اولین کتاب فارسی انجیل با خودم بردم بخونه و شروع کردم به خواندن کتاب فارسی انجیل و به عمق کلمش وقتی که وارد شدم پی بردم که واقعا از زندگی من داره صحبت میکنه، از همه اتفاقای زندگی من که خداوندم مثل من زرج کشیده، مهاجرت کشیده.